سرخط مهمترین خبرها. پایان تصنیف بندی شکایت استنافی در بیش از 20 ولایت. کمیسیون رسیدگی بر شکایت انتخاباتی میگوید که تصمیم نهایی در رابطه با بخشی از اعتراضات استنافی را تا 3 روز دیگر اعلام خواهد کرد. سفر زلمه خلیلزاد به کابل. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان به دنبال مذاکرات با نمایندگان گروه طالبان در قطر امروز وارد کابل شد. و پایان اعتصاب عمومی در ولایت غور. اعضای حرکت راه و روشنایی هشدار می‌دهند که اگر حکومت این بار به وعده‌هایش عمل نکند، مردم دوباره ادارات دولتی را در ولایت غور مسدود خواهند کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 12 ماه دلو 1398 خورشیدی است که برابر است با اول ماه فوریه سال 2020 میلادی. کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی میگوید که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری تا 2 روز آینده اعلام خواهد شد. معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی بر شکایت انتخاباتی میگوید که تا 2 روز آینده در مورد آرای جنجالی و موارد جنجالی انتخاباتی تصمیم گیری خواهد شد. به گفته او بررسی ها در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی سرنوشت انتخاباتی مشخص خواهد شد. بر اساس گفته های مسئولان این کمیسیون تا کنون روند تصنیف شکایت و اعتراضات استنافی در 21 ولایت تکمیل شده و در شمار محدودی از ولایت ها این روند باقی مانده است. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که تا 2 یا 3 روز دیگر در مورد سرنوشت مباحث جنجالی انتخاباتی از جمله 300 هزار رأی مورد مناقشه فیصله صادر می کند. مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می گویند که با صدور این فیصله سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری مشخص خواهد شد و نیز روشن می شود که تیم های انتخاباتی با چه سرنوشت مواجه می شوند. هرچند کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی هفته گذشته اعلام کرده بود که در مورد سرنوشت 300 هزار رأی جنجالی تصمیم میگیرد، اما معاون سخنگوی این کمیسیون در نشست خبری امروز اعلام کرد که تاکنون فیصله در این مورد صادر نشده است. 300 هزار رأی شامل کاتگوری های مختلفی هست که هم به لحاظ حقوقی و قانونی و هم به لحاظ تکنیکی و فنی مباحثی داره که باید دقیقا مورد بررسی قرار بگیره و تا زمانی که این بررسی ها و تمامی ابعاد و زوایای مختلف یعنی قضایا روشن نشده، فیصله کردن در رابطه با او سخته. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید 300 هزار رأی شامل کاتگوری های مختلف است و به لحاظ فنی و تکنیکی مباحثی دارد که نیاز به تدقیق و بررسی بیشتر دارد. معاون سخنگوی این کمیسیون تاکید کرد تا زمانی که ابعاد و زوایای مختلف این پرونده مورد بررسی قرار نگیرد، در این مورد فیصله صادر نخواهد شد. معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی همچنان میگوید که تا 2 یا 3 روز آینده در مورد آرای جنجالی و موارد جنجالی انتخاباتی تصمیم گیری خواهد شد. و گفته او بررسی ها در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی سرنوشت انتخاباتی مشخص خواهد شد. فیصله صورت خواهد گرفت و در نهایت مشخص خواهد شد که تیم های انتخاباتی و همچنین روند انتخابات به چه سرنوشتی خواهد انجامید. منتظر هستیم در ظرف 2-3 روز آینده انشاءالله این فیصله انجام خواهد شد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که تاکنون روند تصنیف شکایات و اعتراضات استنافی در 21 ولایت کشور تکمیل شده و در شمار محدودی از ولایت ها این روند باقی مانده است. به گفته مسئولان این کمیسیون، فیصله در مورد شکایات و اعتراضات در قالب 4 کتگوری به صورت مجموعی صورت خواهد گرفت. این 4 کتگوری شامل آرای مشکوک، تفاوت آرا میان فرم نتایج و معلومات بایومتریکی، آرای دارای مشکلات بایومتریکی و آرای خارج از زمان است. بر اساس آخرین گزارش ها در 21 ولایت تصنیف انجام شده، در تعداد معدودی از ولایات این تصنیف باقی مانده که ظرف امروز و فردا هم این روند جریان داره. نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در اول جدی اعلام شد و بدنبال آن بیش از 16,000 شکایت در پیوند به این نتیجه ثبت شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از بررسی این شکایات اکنون در مرحله استناف قرار دارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان به دنبال مذاکرات با نمایندگان گروه طالبان در قطر و دیدار با مقامهای پاکستانی امروز وارد کابل شد. یک منبع در ریاست جمهوری گفته که قرار است آقای خلیلزاد بعد از ظهر امروز با رئیس جمهور غنی دیدار کنه و در این دیدار آقای خلیلزاد در مورد گفتگوهای اخیرش با نمایندگان طالبان در قطر معلومات دهد. این در حالی است که دفتر سیاسی طالبان در قطر ادعا دارد که به دلیل بروز اختلافات میان نمایندگان آمریکا و این گروه مذاکرات صلح بار دیگر با مشکل روبرو شده است. سهیل شاهین سخنگوی این دفتر در قطر ادعا کرد که این اختلافات به دلیل افزایش تلفات نظامیان افغان در اثر تشدید حملات این گروه در افغانستان به میان آمده است. نماینده طالبان اما در مورد این که مذاکره کنندگان آمریکایی چه تقاضاهایی را مطرح کردند معلومات ارائه نکرده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تیم مذاکراتی آمریکا را مقصر این اختلاف ها در گفتگوهای صلح دانسته است. آقای خلیلزاد و مقام های آمریکایی تا اکنون در مورد این ادعاهای طالبان چیزی نگفتند. کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس در افغانستان از محورهای اصلی گفتگوهای اخیر زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر گفته شده است. اعضای حرکت راه و روشنایی در ولایت غور پس از امضای تفاهمنامه با هیئت اعزامی حکومت مرکزی به اعتصاب عمومی خود پایان دادند. مقام های محلی ولایت غور میگویند که نمایندگان این حرکت خیمه های اعتراضی خود را از مقابل دروازه دفتر والی برداشته و ادارات دولتی نیز کار خود را آغاز کردند. اعضای حرکت راه و روشنایی هشدار می‌دهند که اگر حکومت این بار هم به وعده‌هایش عمل نکند، مردم دوباره ادارات دولتی را مسدود و مسئولان محلی را از این ولایت اخراج خواهند کرد. اعضای حرکت راه و روشنایی در ولایت غور پس از امضای تفاهم نامه با هیئت اعزامی حکومت مرکزی و اعتصاب عمومی خود پایان دادند. مقام های محلی ولایت غور می گویند که نمایندگان این حرکت خیمه های اعتراضی را در مقابل دروازه دفتر والی برداشته و ادارات دولتی نیز روز شنبه کار خود را آغاز کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که هیئت اعزامی حکومت مرکزی به مردم غور اطمینان داده است که روند ساخت 40 کیلومتر از شاهراه غور کابل در سال 1399 خورشیدی آغاز می شود و کار ایجاد برق سولری در این ولایت با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت. شماری از فعالان مدنی و اعضای حرکت راه و روشنایی نیز می گویند که پس از گفتگو با هیئت ریاست جمهوری و تعهد نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان مبنی بر پیگیری خواسته های مردم غور، آنان اجازه دادند که پس از 12 روز دروازه ادارات دولتی در این ولایت باز شود. یکی از اعضای شبکه نهادهای مدنی غور میگوید که خواسته های مردم همچنان به قوت خود باقی است و اگر حکومت این بار هم به وعده هایش عمل نکند، مردم دوباره ادارات دولتی را مسدود و مسئولان محلی را از این ولایت اخراج می کنند. حرکت راه و روشنایی 2 سال پیش هم تفاهم نامه را با هیئت اعزامی حکومت مرکزی امضا کرده بود،
اما از دید مردم و فعالان مدنی حکومت با فرستادن هیئت آنان را فریب داد و به وعده هایش عمل نکرد. خواست اصلی حرکت راه روشنایی، ساخت شاهراه مرکزی و تأمین انرژی برق در ولایت غور است و از این حرکت 12 روز پیش در پی گنجانده نشدن بودجه در سند بودجه ملی برای اسفالت شاهراه مرکزی و تأمین برق در غور دست به اعتصاب عمومی زده و تمام ادارات دولتی را مسدود کردند. به دنبال آن درست پیش حکومت مرکزی هیئت را تعیین کرد تا برای رسیدگی به خواست معترضان به غور سفر کند. وزارت دفاع ملی میگوید که در سال گذشته میلادی 10 ولسوالی در نتیجه حملات تهاجمی نیروهای امنیتی از کنترل گروه طالبان خارج شدند. مسئولان در این وزارت با تاکید بر افزایش حملات تهاجمی نیروهای امنیتی میگویند که همکنون گروه طالبان توانایی حملات تهاجمی را ندارند و با حملات انتحاری و انفجاری میخواهند اهدافش را دنبال کنند. و گفته معاون سخنگوی این وزارت، مناطق تحت کنترل گروه طالبان در اثر حملات تهاجمی نیروهای امنیتی کاهش یافته و پس از این نیز این روند ادامه خواهد یافت. در ادامه گزارش ها مبنی بر افزایش تلفات نیروهای امنیتی و گسترش نامنی ها در مناطق مختلف کشور، وزارت دفاع ملی بر افزایش حملات تهاجمی نیروهای امنیتی تاکید می ورزد. مسئولان در این وزارت می گویند که در سال گذشته میلادی 10 ولسوالی در نتیجه حملات تهاجمی نیروهای امنیتی از کنترل گروه طالبان خارج شده است. معاون سخنگوی این وزارت می افزاید که این روند برای کاهش مناطق تحت کنترل گروه طالبان ادامه خواهد داشت و از این طریق وضعیت امنیتی بهبود خواهد یافت. به گفته وی در سال 2019 میلادی گروه طالبان نه بلکه نیروهای امنیتی حملات تهاجمیشان را افزایش دادند و دستاوردهای نیز داشتند. این نیروهای امنیتی افغانستان هستند که فعالیت‌های خود از زیاد ساختن، نه طالبان. چون ما بیشتر بالای مواضع طالبان در سال 2019 حمله کردیم، 10 ولسوالی را در نتیجه عملیات‌های تهاجمی ما توانستیم که از کنترل طالبان به گونه کامل آزاد بسازیم. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی همچنان می‌افزاید که همکنون طالبان قدرتش را از دست داده و توانایی مقابله رو در رو با نیروهای امنیتی را ندارد. وی می‌افزاید که تنها گزینه برای گروه طالبان انجام حملات انتحاری و انفجاری است. به گفته وی با کاهش قدرت گروه طالبان و ناتوانی آن برای مقابله با نیروهای امنیتی، این گروه میخواهد از طریق انجام حملات هراس افگنانه اهدافش را دنبال کند. و بیشتر تحرکات طالبا، خشونت طالبا متمرکز شده به انجام حملات انتحاری، انفجار، انتحار و طالبا دیگر توان راه اندازی عملیات های تهاجمی را مثل سالهای پیش بالای شهرها و ولسوالی ها ندارند. این در حالی است که در این اواخر گزارش های جداگانه به نشر رسید که بر اساس آن چندین تن در مناطق مختلف کشور در نتیجه عملیات هوایی نیروهای امنیتی جان باختند. وارد شدن تلفات به غیر نظامیان انتقادات باشندگان برخی از مناطق کشور را نیز در رابطه با آنچه که عدم دقت نیروهای امنیتی در انجام عملیات ها گفته می شود افزایش داده است. به دقتی هایی که در ولایت مختلف سبب کشته و زخمی شدن چندین غیر نظامی شده است. در همین حال مشخص نشدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری یکی از دلایل عمده افزایش بیکاری می باشد. شماری از باشندگان شهر کابل با بیان این مطلب حکومت و کمیسیون های انتخاباتی را در قبال سرنوشت مردم به بی‌اعتنایی متهم می کنند و می گویند که هیچ یک از مسئولان برای کاهش چالش ها اقدام نکرده است. آنان همچنان هشدار می‌دهند در صورتی که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی توانایی مدیریت انتخابات و اعلام نتایج را ندارند، باید هرچی عاجل از سمت‌هایشان کنار بروند. با طولانی شدن اعلام نتایج انتخابات که قرار بود سرنوشت آن تا یک هفته مشخص شود، چالش های شهروندان نیز افزایش یافته و ظاهرا امیدشان نسبت به انتخابات کاهش یافته است. باشندگان شهر کابل با آن که خاطرات خوشی از انتخابات های قبلی نیز ندارند، اما در انتخابات ریاست جمهوری 1398 بار دیگر پای صندوق های رأی رفتند و برای انتخاب زعیم آینده ایشان رأی هایشان را استعمال کردند.
با گذشت چند ماه از برگزاری این پروسه، اما نتایج آن تاکنون مشخص نشده و با بدرازا کشیده شدن اعلام نتایج، چالش ها با ویژه بیکاری نیز افزایش یافته است. چالشی که یکی از دلایل عمده آن نیز مشخص نشدن سرنوشت آرای مردم گفته می شود. با آنکه برخی از شهروندان کابل با شنیدن کلمه انتخابات و بیکاری تنفر بیش از حدشان را در این موارد نشان می دهند و حاضر به مصاحبه نمی شوند، اما برخی هایی که در مقابل دوربین به سخن می پردازند مسئولان حکومت و کمیسیون های انتخاباتی را به شدت مورد انتقاد قرار می دهند و می گویند که آنان فقط به فکر منافع شخصیشان هستند و از مشکلاتی که برای شهروندان به بار می آید بی خبر و بی اعتنا اند. که خپل د ولسته یو خدمت وکوه دی کاکی نه کوي زوتي دی پریدي دا کار دا نو څنګه وضعیت د خلکو په هېڅ کیسه کې هم نه دی چې په خلکو سوال دی د دوی سوال دی. افغانستان سردمدارایشان فقط صرف به خاطر منافع شخصی خود پیش میرن کار میکنن، منافع ملت و مردم خود هیچ وقت مد نظر ندارن. این شمار از شهروندان کابل یکی از دلایل عمده افزایش بیکاری را مشخص نشدن سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری میدانند و می گویند کمیسیون های انتخاباتی باید به تعهداتشان عمل کنند و نتایج انتخابات را هرچه عاجل و به گونه بی‌طرف اعلام کنند. به گفته آنان تمامی راه های درآمد شهروندان به دلیل مبهم بودن نتایج انتخابات مسدود شده و به همین دلیل سرقت های مسلحانه و راهزنی ها نیز افزایش یافته است. با این همه اما به گفته آنان مسئولان اندک اعتنایی برای بهبود این وضعیت ندارند. مشخص نشدن انتخابات این 80% مون که 100% تاثیر کرده سر بیکاری و اثر از این قیمتی هم بالا رفته، هوای سرد هم است دیگه، خیلی تاثیرات آمده بیکاری، بیکار خاصن هیچ نیست به کلی. همه مردم با دل و جان و با همه هرچی که داشت با اون توانایی که داشت واقعا رای داده، اما واقعا این وعده هایی که یاد داده برای ما تا به حالا که ما ندیده باشیم که برای ما زمینه رو مصائب کرده باشه و برای ما دیده باشه. ظاهرا این وضعیت شهروندان را به سطوح آورده و آنان هشدار می‌دهند در صورتی که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی توانایی مدیریت انتخابات و اعلام نتایج را ندارند، باید هرچه عاجل از سمت‌هایشان کنار بروند. با گفته آنان این روند بیش از این قابل تحمل نیست و باید راه حل برای آن جستجو شود. تجارت خوابیده، بازار خوابیده، مندهی که کار بارش نمی از خوابیده، نرخ بالا رفته، کارهای مردم کلش خوابیده. به خاطر چیز؟ به خاطر اعلان انتخابات است. باید انتخابات اعلان کنه که مردم کار بار زندگیش بفهمه، مردم باید سر کار شوه، مردم برای فعالیت کنه. روز 15 نوی پسر به خلکو باندې روانی تاثیر کرده نو بیکاری دو وجه که بیکاری کنه گور اغلام کیگی لرم شکول کیگی روانی ناجوریم جوریگی بیکاری نه. پچه دا زر دا قصه ختمی که یادی خواهی یا اخو خواهی. این در حال است که پس از اما و اگرهای فراوان، کمیسیون انتخابات حدود 3 ماه پس از برگزاری انتخابات نتایج ابتدایی آن را اعلام کرد و برای اعلام نتایج نهایی اما تا کنون حتی تقویمی مشخص نشده است. سیگار در تازه ترین گزارش خود وضعیت جنگی 3 ماه اخیر سال 2019 میلادی در افغانستان را بررسی کرده و از افزایش 7% شمار نیروهای امنیتی افغان خبر داده است. بر اساس این گزارش در پایان ماه اکتبر سال گذشته شمار نیروهای امنیتی افغان از 253,000 تن به 272,000 تن رسیده است. این نیروها شامل کسانی هستند که بایومتریک شده و معاش دریافت می کنند. سیگار همچنان گفته است که ماه سپتامبر سال 2019 میلادی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، یکی از خشونتبارترین ماه‌ها در 7 سال اخیر بوده و پس از آن نیز خشونت‌ها ادامه یافته است. سیگار گفته است که عملیات نیروهای ویژه افغان در 3 ماه اخیر سال 2019 میلادی کاهش یافته است. در این مدت نیروهای ویژه افغان 534 عملیات انجام داده که 31% آن بدون حضور نیروهای آمریکایی انجام شده است. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان همچنان تاکید کرده است که بیشتر از 43% عملیات نظامی نیروهای افغان مستقلانه انجام شده است، در حالی که در سال 2018 میلادی 55% عملیات مستقل انجام شده بود. در ادامه گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا.
یک دلار امریکایی 76 افغانی و 60 پون، یک پاوند انگلیسی 100 افغانی، یک یورو 84 افغانی و 70 پون، یک درهم امارات 20 افغانی 80 پون، یک ریال سعودی 20 افغانی 30 پون، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پون، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 487 افغانی. در خارج از کشور، بریتانیا به گونه رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد و به همین ترتیب بریتانیا به عضویت 47 ساله خود در بزرگترین سازمان تجارت جهانی پایان داد. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه 15% اقتصاد خود را بزرگترین مصرف کننده نظامیش و نیز یکی از پیشگامترین مرکزهای مالی جهان یعنی لندن را از دست می دهد. 3.5 سال پیش در بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا یا بریگزیت هماپرسی برگزار شد. کشور بریتانیا بامداد شنبه بعد از 47 سال رسماً از اتحادیه اروپا خارج شد. دولت بریتانیا پس از 3.5 سال اختلاف و مذاکره سرانجام با حضور خود در اتحادیه اروپا پایان داد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در پیام به مناسبت این رویداد تاریخی وعده آغاز فصل جدید را داد و به طلوع دوران تازه خوش آمد گفت. همزمان هزاران تن از طرفداران بریگزیت در میدان مقابل پارلمان در مرکز لندن تجمع کرده و این رویداد مهم را در کنار هم جشن گرفتند. طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پس از ماها کشمکش بین احزاب سیاسی انگلیس روز پنج شنبه 23 جنوری سال 2020 با توشیح ملکه به قانون تبدیل شد. بر اساس این قانون بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد و این تاریخ قابل تمدید نیست. مردم بریتانیا با شرکت در یک همپرسی در 23 جون سال 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. بلا فاصله پس از این همپرسی دیوید کامرون استعفا داد و ترازامه به جای او به عنوان رئیس حزب حاکم و نخست وزیر انتخاب شد. در 29 مارچ سال 2019 در حالی که دیوید کامرون استعفا داده و ترازامه نخست وزیر جدید بود، بریتانیا بر اساس ماده 50 معاهده لیسبون که نقش قانون اساسی اتحادیه اروپا را بازی می کند، تصمیم خود مبنی بر خروج را رسما به اتحادیه اروپا اعلام کرد. پس از چند بار تمدید و کشمکش های طولانی به توافق با اتحادیه اروپا دست یافت. این توافق در فاصله بین جنوری تا مارچ سال 2019 سه بار توسط پارلمان رد شد. پس از استعفای ترازامی و سرکار آمدن بوریس جانسون و موفق به تنظیم پیشنهاد دیگر با اتحادیه اروپا شد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در مورد مهاجرت اتباعی 6 کشور به ایالات متحده محدودیت‌های را در نظر گرفته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این کشورها نتوانستند حداقل استانداردها و معیارهای امنیتی در زمینه را رعایت کنند. بر اساس گزارش‌ها شهروندان نایجریا، میانمار، قرقیزستان، سودان و تانزانیا برای اخذ ویزای مهاجرتی به آمریکا با محدودیت‌های روبرو خواهند شد. دونالد ترامپ روز جمعه این فرمان را امضا کرد و قرار است که این محدودیت ها در 21 فوریه اعمال شوند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده است که هرچند مهاجرت اتباعی علاقمند دیگر کشورها به ایالات متحده در راستای تامین امنیت ملی است، ولی اگر کشور مایل است که از امکان مهاجرت و اخذ ویزای رویداد مسافربری برخوردار باشند، می بایست حداقل معیارهای امنیتی تعیین شده از سوی نهادهای آمریکا را رعایت کنند.
ارتش عراق در بیانیه اعلام کرد عملیات مشترک همراه با ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه داعش از سر گرفته است. از سوی دیگر سخنگوی نخست وزیر این موضوع را رد کرده است. بر اساس گزارش ها بیانیه از سوی ارتش عراق گفته که در جهت استفاده بهینه از زمان باقی مانده برای ائتلاف بین‌المللی پیش از آن که مقام های روابط جدید چیده شود تصمیم گرفته شد که عملیات مشترک از سر گرفته شود. در این بیانیه در مورد تغییراتی که قرار است احتمالاً در روابط دو طرف شکل بگیرد توضیح دادن نشده است. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر، خدا نگهدار.